تلویزیون دولتی کره شمالی روز جمعه از اعدام جانگ سونگ تک، شوهرعمه 67 سالی کیم جونگ اون، رهبر این کشور خبر داد. فرد شماره 2 کره شمالی که هفته گذشته ناگهان در یک جلسه سیاسی بازداشت شد، به وسیله یک دادگاه نظامی ویژه به خیانت، براندازی حزب، دولت و سیستم سوسیالیستی متهم شده و سپس به مرگ محکوم شد. بنابر گزارش‌ها او به تلاش برای اعمال کودتا با کمک همدستانش در ارتش اذعان کرده است. چین به عنوان مهمترین متحد کره شمالی از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در واکنش به اعدام این مقام ارشد پیونگیانگ ابراز امیدواری کرد که این کشور همسایه بتواند ثبات، رشد اقتصادی و خوشبختی را برای مردمش فراهم آورد. اما وزیر اتحاد کره جنوبی با ابراز نگرانی از این اقدام اعلام کرد غالبا هرگاه تلاشی برای سرکوب ناامنی‌های داخلی صورت گرفته باعث ایجاد تحریکاتی در بیرون شده. ما از نزدیک به این موضوع توجه داریم. اینبوندو کرول 가능성 있는지에 대해서 예의 주시하고 있습니다. آمریکا هم در واکنش به این اعدام آن را نشانه خشونت بالای رژیم کره شمالی دانسته است. بنابر گزارش‌ها اعدام یک مقام ارشد کره شمالی در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.